همتنان عزیز و بینندگان تلویزیون باختر از شهر برلین شما سلام تقدیم میکنم. نمایشگاه بین المللی توریستیک که هر سال در برلین آغاز میشه دیروز تقریبا مطابق به 5 اپریل ببخشید 5 مارس 2014 میلادی در برلین آغاز گشت و من افتتار از غرفه های ازبکستان انجام دادم، چون بیشتر کشورهای همجوار افغانستان و کشورهای آسیای میانه بیشتر توجه سیاحان را برای خود جلب میکنن. ما خواستم که این آغاز این نمایشگاه از مردم از غرفه های کشورهای همسایه افغانستان آماده بسازم. ما فعلاً در مقابل غرفه ازبکستان هستیم و طوری که میبینین امروز تقریبا روز دوم نمایشگاه است و هنوز خوب هست و افراد زیادی به نمایشگاه نیامدن، ولی من در مجموع خواستم قبل از اینکه مشخص در رابطه با غرفه ها و کشورهای همسایه افغانستان صحبتی داشته باشم از غرفه مقداری نشان بدم به شما و بعدا مصاحبه هایی را با تاجیکستان با وزیر جوانان و سیاحان تاجیکستان نشان خواهد دادم و همچنین از غرفه های کشورهای همسایه افغانستان. من هر وقت که از نمایشگاه های بین المللی که کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای آسیای میانه و کشورهای همجوار افغانستان شرکت میکنن دیدن میکنم، اولا از یک چیز بسیار تأسف میخوام، این که چرا افغانستان در این نمایشگاه هایی که کشورهای رو به توسعه اشتراک دارن شرکت نمیکنه تا این که به سیاحان جهان داشته های افغانستان رو نشان بدن، چون افغانستان هم از جمله کشورهای متمدن هست که در پهلوی هند، یونان و ایتالیا و کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان و ازبکستان هم از شهرت فوق العاده برخوردار است. متاسفانه افغانستان به علت شاید هم بگم بی‌توجهی اصلا به این نمایشگاه شرکت نمی کنن و سفارت افغانستان در برلین هم فکر میکنم که با سلنگری که دارن این گزارشات را به مقامات مسئول افغانستان نمیرسونن تا اینکه به اصطلاح خبر بشنگست که ما اتاشه اقتصادی در اینجا داریم. به هر صورت این گله و سفارتی بود که من همیشه دارم و این را به مقامات مسئول افغانستان میرسونم. در اینجا اکثرا کشورهایی که میخواین سیاحان را جلب کنن کوشش میکنن که با معرفی هتل هایی که دارن با معرفی امکانات سیاره و اتوبوس و کشتی و اینا که اینا رو معرفی بکنن و همچنین از غذاهای متنوع نشان بدن که فیلم هایی در هر غرفه هست که راجع به کشورها معلومات دارن. در آسیای میانه ازبکستان بزرگترین غرفه ای دارن که از تاشکند، از سمرقند و از بخارا و از دیگه کشورهای دیگه در اینجا شرکت میکنن و توجه سیاحان بسیار به خود جلب میکنن. البته در فهرست دو کشورهای قرقیزستان است، ترکمنستان است، آذربایجان است که به ترتیب از اونها هم فوتا چند تصویر رو خواهد گرفت. اینک شما یکی از رقصهای محلی ازبکستان رو میبینیم که با شال و با تمام خصوصیاتی که اکثر میشناسن در اینجا نمایش داده میشه. Thank you.
نمایندگی طرفه پاکستان هست که اغلب مشکل صحبت کردن با مشتری هستند و برای سیاهان توضیحات به ارائه میکنند. این هم نماینده کشور پاکستان است که خانوها رو میبینید که بالاباقای محلی خود یک قشنگی با خصوصی را روش آوردن که معرف لباسهای محلی کرکمستان هست. پرسی که بخش های مختلف از ازبکستان از سمرقند هستند در اینجا. اینجا باز کرکیزستان هست. اینجا هم قرفه پاکستان هست که خواستم که از این هم تصویر بگیرم که این هم در نمایشگاه بین‌المللی توریستی در اینجا شرکت دارن و طوری که من پیشتر با کسی کوتاه صحبت کردم از چند شرکت هست که در اینجا شرکت کردن. البته این جای تعجب هم هست که چطور در چنین شرایطی در پاکستان وزارت جهانگردیشان تلاش میکنه تا اینکه سیاهان را متوجه بسازه، چون وضع پاکستان هم از وضع افغانستان کرده بحرانی تر است. البته ما افراد کامیر یا هیچ کسی را ما به چراگراف غرفه پاکستان نمیبینیم، ولی حضور اینا خودش نشان میده که به اصطلاح در این زمینه فعال است. فیلم را بهتر است که آقای رحیم وزیر اطلاعات فرهنگ و که مربوط بخش توریستیکم هستن ببینن و مسئولین وزارت ببینن که چطور افغانستان سلنگاری میکنه که با داشته های بسیار ارزشمندی در این نمایشگاه شرکت نمیکنه، اقلا توسط سفارت افغانستان در اینجا کوشش نمیکنن که اطلاعاتی را به سیاحان ارائه بکنن. لازم به صحبت نیست و بینندگان محترم میتونن که از این آهنگ و از این رقصهای محلی ازبکستان ببینن. داغستان و آذربایجان این رقص های محلی را همیشه در نمایش های بین المللی نشان می‌دهند.
الو همتون عزیز، ما فعلا با آقای ملکشاه نعمت‌زاده وزیر جوانان ورزش و سیاحان تاجیکستان صحبت میکنم و میخوایم از ایشان بپرسم که در این سالهای اخیر آیا تعداد سیاحانی که به تاجیکستان میان بیشتر شده؟ معمولا این سیاحان از کدام کشورها میان و چه چیزهایی را در تاجیکستان میبینن که مورد علاقه ایشان است؟ اصلا تاجیکستان که 23 سال استقلال دارد و تلاش های زیاد ورزیده ایستاده است که در برابر رشد دیگر تمام بخش های حیات جامعه از جمله اون انشاءات های دیدنی و همزمان اون مرکز های فرهنگی و تاریخی خود تعمیر و ترمیم کند و بسیار در ساختمان و اومن انکشاف انفراساختار نیز تلاش های زیاد ورزیده ایستاده است و در سالهای اخیر از جانب دولت و حکومت تاجیکستان خیلی راه ها و پل ها و نقب ها و مرکز های فرهنگی و باغ و گلگشت و خیابان ها و همزمان خیلی انشاءات های نوی زمانوی بنیاد گردیدند که فکر میکنم که برای رشد ساحه توریسم میتواند که سازگار باشد و ما طول سالهای آخر تلاش کرده ایستاده ایم که هرچی بیشتر در نمایشه های توریستی یا سیاحی که در گوشه های گوناگون عالم میشود در اونجا گوشه های تاجیکستان سازمان بدهیم تا اینکه هرچی بیشتر و بهتر معرفی از فرهنگ، از تاریخ، از امکانات اومن سیاحی و یا توریستی مان به جامعه جهانی برسانیم. و سالهای اخیر بعد از اشتراک فعالانه در نمایشگاه های توریستی، بعد از مکان برگزاری چهارابینی های بین المللی شدن پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه، بعد از اونی که ترمیم و تجدید اون فرودگاه های بین المللی که در تاجیکستان هستند، بعد از نو کردن پارک یا که اون امکانات اون تیاره های زمانوی و بلند بردن سطح خدمت رسانی، روز به روز شماره سیاحان که به تاجیکستان می آیند زیاد می شود و همساله بیش از 350 هزار تا 400 هزار شهروندان خارجی از تاجیکستان دیدن می کنند و همزمان در تاجیکستان خیلی چهارابینی های زیادی بین المللی، علمی، فرهنگی و ورزشی برگزار کرده می شود که شماره از آدمان زیاد از گوشه های گوناگون دنیا می آیند و جغرافیای همون کشورهایی که به تاجیکستان سفر میکنند به نزدیک 80 رسیده است و ما تلاش از آن داریم که همان امکانی که داریم، یعنی بیشتر مردم ما وقتی که میآیند و مردمان دنیا به تاجیکستان میآیند آنها به خاطر تور توریسم اکولوژی میآیند، چون که اون طبیعت افسونکاری که ما داریم، اون چشمه های مصفا داریم، اون آب های معدنی که داریم تبابتی هستند، برای مردم خیلی جالب هستند. البته مکان های تاریخی، مکان های فرهنگی و اون آثار گذشتگان ما که در جهان خیلی معمول و مشهور هستند و عین زمان دقت خیلی سیاحان را به خود جلب میکنند. همزمان اون کوهنوردان جهانی نیز به تاجیکستان همساله می آیند برای فتح قلعه بلندترین سابق اتحاد شوروی، یعنی که قلعه اسماعیل سامانی که بلندی بیش از 7495 متر را دارد از سطح بر. امروز بدخشان تاجیکستان به یک مکان سیاحی تبدیل داده است که به مثل بام جهان مشهور است و همچنان زرافشان نیز خیلی جای های دیدنی دارد و اون زادگاه استاد رودکی است، رودکی عالم شمول. و همزمان امروز در قسمت شمال کشور خیلی مکان ها از قبیل اون بحر تاجیک، یعنی بحر قیراقوم که خیلی سیاحان به خود جلب میکند، همزمان جنوب کشور با زادگاه اون چندین فرزندان برومند، شاعران و علما ها بودنش دقت هزاران را جلب میکند و همه اون کارهایی که انجام داده شده ایستاده است و اون ستینجی و آرامی، اون صلح و صفا و اون سیاست خردمندانه که رهبریت عالی دولت حکومت تاجیکستان دارد، من فکر میکنم خیلی سازگار است برای رشد ساحه توریستی. از این سبب از این امکانیت فرصت مناسب خیلی خوب استفاده برده میخواهم که از کل مردم دنیا، از همزبانان برون مرزی، از دعوت به عمل بیارم که بیاین به تاجیکستان. تو ملت تاجیک ملت مهمان نواز است، امکان خدمت رسانی خوب دارد و جایهای دیدنی دارد و بیاین. من فکر میکنم که عاشق این سرزمین زیبا میگردند. بسیاری سیاحان البته پیش از همه از همون کشورهای سایر اتحاد شوروی، سابق اتحاد شوروی به تاجیکستان میان. دوستان ما از افغانستان و ایران و پاکستان سیاحان
سیاحان زیاد از تاجیکستان دیدن میکنند و سالهای آخر باشد باز از اون تشویق و ترغیب هایی که در دایره نمایشگاه بین المللی تب برلین و دیگر نمایشگاه ها انجام دادیم شماره سیاحان از کشورهای اروپایی علل خصوص از آلمان از سوئیسر و از فرانسه و از بلژیک و از اینجا نیز روز به روز زیاد میشوند یعنی که امروز الکی تاجیکستان به جهان معرفی میشود و شماره دوستداران و نفرانی که میخواهند در کشوری آفتابی از یک کشور بهشت‌آسا دیدن کنند زیاد میشود برای همین من به همه دوستان درود میفرستم و دعوت هم میکنم که در فرصت مناسب به خانه خود به تاجیکستان بیایند امروز بیشتر از 80 کشور دنیا میتواند که روادید را در خود فرودگاه بین المللی دوشنبه دریافت کند و ترتیب ساده گرفتن روادید الکی از جانب حکومت تاجیکستان قبول شده است و سفارتخانه های ما هم در مهلت‌های کوتاه‌ترین امکانی دادن روادید را دارند از این سبب فکر میکنم که این امکانیتی که فراهم آمده است تاجیکستان را برای سیر و سیاحت جالب میگرداند و ما منتظر هستیم بیاید تاجیکستان را و شیار توریستی یا که سیاحی ما نیز این بیا و دوستی را احساس نما است یعنی که هر کسی که به خاندان میان به مثل دوست برادر را به آغوش میگیریم و تلاش میکنیم که همه مهربانی ها را براش ارزانی داشته باشیم تشکر تشکر از جناب آقای ملکشاه نعمت‌زاده وزیر ورزش وزیر جوانان و سیاحان و مثلا یک تصویر کوچک هم از غرفه تاجیکستان میگیرم بعد از صحبت جناب وزیر سر طوری که شما میبینین افراد زیادی در دور غرفه تاجیکستان جمع هستند تاجیکستان هفتمین سال هست که در نمایشگاه بین المللی شرکت میکنند و معمولا سیاحان زیادی را برای خود جلب کرده و با عکس‌های بسیار قشنگ از کوههای پامیر و بدخشان در اینجا با توریست‌ها صحبت میشه با خارجی ها معمولا واقعا تاجیکستان به عنوان یک کشور نسبتا کوچکی هست ولی حضور بسیار گسترده و فعالی در قسمت جلب سیاحان به تاجیکستان داره و اغلب خطبان های آلمانی و انگلیسی هم صحبت میکنن و لباس های محلی هم بعضا پوشیدن و من خواستم که تصویر کوتاهی را از غرفه تاجیکستان داشته باشم قبلا هم با جناب وزیر توریستی صحبت کردم